این اقدامات پاسخی قاطع دادیم که در واقع همان موضعی است که آقای ترامپ ماهاست بیان کرده، اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی بزند که زنان و مردان آمریکایی را با خطر روبرو کند، ما بیکار نمی نشینیم. حمله مرگبار آمریکا به نیروهای متحد ایران در عراق و سوریه. سپاه پاسداران از حق شبه نظامیان برای تلافی میگوید. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا یک جنگ نیابتی دیگر در راه است؟ همچنین در برنامه امشب واکنش رئیس جمهوری ایران به افزایش انتقادها از عملکرد دولت. روحانی میگوید وعده های انتخاباتی اش برای زمان صلح بوده، حالا شرایط جنگی است. خب این حرف منطقی نیست که برخی ها که با دولت خرد فرمایش دارن بگن که در سال 95 در فروردین 96 شما اینا رو گفتید و فروردین 98 لحن فرق کرده. گزارش های متناقض درباره وضعیت دانش آموزان بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه ایران. وزیر آموزش و پرورش میگوید مشکل آنها حل شده. و سانسور بحث انگیز چهره یک نماینده مجلس در تلویزیون ایران. مسئولان میگویند انتخابات نزدیک است، نخواستیم تریبون نامزدی باشیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. تقریباً 24 ساعت از حملات آمریکا به مواضع کتائب حزب الله عراق که تحت حمایت ایران است می‌گذرد. حملاتی در 5 نقطه عراق و سوریه که دست کم 25 کشته به جا گذاشته. آمریکا گفته این حملات پاسخی است به حمله‌های قبلی شبه نظامیان عراقی به آمریکایی‌ها. دولت ایران دست داشتن در حملات تأخیر به نیروهای آمریکایی در عراق را تکذیب کرده، اما سپاه پاسداران به نوعی آمریکا را تهدید کرده و گفته شبه نظامیان عراقی حق پاسخگویی به حملات آمریکا را برای خود محفوظ می‌دانند. از طرف دیگر مقتدی صدر روحانی شیعه ملیگرای عراقی از نیروهای تحت حمایت ایران خواسته دست از اقدامات به قول او غیر مسئولانه که بهانه‌ای برای حمله به عراق شود بردارند. عراق که در 2 ماه گذشته درگیر بحران سیاسی داخلی است، حالا عریان‌تر از همیشه صحنه جنگ نیابتی ایران و آمریکا شده. این حملات چه تأثیری بر سیاست داخلی عراق می‌گذارد؟ چه پیامدهایی برای ایران دارد و آمریکا را به کدام سو سوق می‌دهد؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. ابتدا گزارشی ببینیم از کیوان حسینی. اینجا یکی از قرارگاه‌های کتائب حزب الله در عراق است، بعد از حمله نیروهای آمریکایی. این هم یکی دیگر از قرارگاه هاست و کشته هایی بر زمین و وضعیتی اضطراری. اینها تصاویری هستند که عراقی ها در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. این هم تصویری است که طرف آمریکایی از همین حملات منتشر کرده. آمریکا در این حملات 5 پایگاه نظامی کتائب حزب الله را هدف قرار داد. 3 قرارگاه در عراق و 2 پایگاه هم در سوریه. ساعتی بعد از حمله، مایک پومپئو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اینچنین در برابر خبرنگاران قرار گرفتند تا روایت خودشان را ارائه کنند. حمله‌ای که به یک پایگاه در عراق صورت گرفت، نیروهای آمریکا را تهدید کرد. این اولین حمله نبود. چند هفته است که این وضعیت علیه این پایگاه مورد نظر در عراق و چند جای دیگر وجود دارد که جان آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد. امروز ما به این اقدامات پاسخی قاطع دادیم که در واقع همان موضعی است که آقای ترامپ ماهاست بیان کرده، اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی بزند که زنان و مردان آمریکایی را با خطر روبرو کند، ما بیکار نمی نشینیم. همانطور که پیشتر هم اعلام کردیم، نیروهای ما در عراق با هدف دفاع دست به عملیات تهاجمی زدند. جنگنده های F-15 استرایک ایگل به 5 هدف مرتبط با کتائب حزب الله که یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران است حمله کردند. 3 هدف در غرب عراق و 2 هدف در شرق سوریه قرار داشتند که یا مقر کنترل و فرماندهی بودند یا انبار مهمات گروه کتائب حزب الله.
حمله به گروه کتائب حزب الله با واکنش‌های بسیاری در داخل عراق همراه شد و علاوه بر خود این گروه، گروه‌های دیگر شبه نظامی شیعه یا سیاستمداران نزدیک به ایران علیه این حمله یا حضور آمریکا در خاک کشورشان سخنانی بیان کردند. اما یکی از مهمترین واکنش‌ها متعلق به نخست وزیر این کشور بود، عادل عبدالمهدی. ما پیشتر نیز مخالفتمان را با هر گونه اقدام یکجانبه نیروهای ائتلاف یا هر نیروی نظامی دیگر در داخل عراق اعلام کردیم. ما این کار را نقض حاکمیت ملی عراق می‌دانیم و معتقدیم چنین کاری به افزایش خطرآفرین تنشی می‌انجامد که امنیت عراق و منطقه را تهدید می‌کند. اما واکنش ایران از مواضع همیشگی درباره مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق فراتر نرفت. از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در برابر همتای روسش از عملیات آمریکا در عراق انتقاد کرد و کارهای ایران و روسیه را ستود. ایران و روسیه برای صلح در عراق و سوریه همکاری کردند که آستانه نمونه موفقی از اون است. ضمن اینکه دولت ایران هم به شکل رسمی دست داشتن در کشتن شهروند آمریکایی را تکذیب کرد. ما هر گونه نقش آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کنیم. این ادعای بدون مدرک آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای بمباران و کشتار مردم برخلاف قوانین بین‌المللی باشد. آنهای مسلح ملاقات براز پیش فنگ. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای با لحنی تند حمله آمریکا به کتائب حزب الله را محکوم کرد و فعالیت‌های هشت شعبی و شبه نظامیان شیعه عراق را در نبرد با آمریکا ستود. اما گروه کتائب حزب الله که در پی این درگیری در 72 ساعت گذشته مدام نامش در خبرها تکرار می شود، کیست که تا این اندازه زد و خوردش با نیروهای آمریکایی پای ایران را به ماجرا باز کرده؟ کتائب حزب الله یک گروه شبه نظامی عراقی است که بعد از سقوط صدام در این کشور تشکیل شد. این گروه از حمایت مالی و نظامی نیروی قدس سپاه پاسداران برخوردار است، خود را پایبند به ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و بخش مهمی از شبه نظامیان هشت شعبی محسوب می‌شود. گروه‌های حزب الله لبنان، اصائب اهل حق و کتائب سید و شهدا هم از متحدان اصلی این گروه هستند. و این مرد فرمانده کتائب حزب الله است، جمال ابراهیمی، معروف به ابو مهدی، مهندس، فوق لیسانس روابط بین الملل از یکی از دانشگاه‌های تهران و از نزدیکان قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس. سرباز قاسم، افتخار می‌کنم. و کسی که درباره زبان فارسی چنین نظری دارد. چیزی می‌فهمی وقتی من فارسی صحبت کنم؟ از ما فارسی قشنگ‌تر صحبت می‌کنی. عربی زبان قرآن دیگه، ولی فارسی زبان انقلاب، شیرین. اون جمله زمان بهشتی، شهید بهشتی. گفت تعلموا العربية لأنها لغة القرآن وتعلموا لغة الفارسية لأنها لغة الثورة لغة الانقلاب. زد و خورد چون این گروهی با نیروهای آمریکایی در واقع مرحله تازه‌ای از تنش‌های نظامی است که سالها از سوی بعضی از ناظران جنگ‌های نیابتی خاورمیانه توصیف می‌شود. جنگی که در آن این بار شبه نظامیان عراقی به نیابت از ایران این گلوله ها را شلیک می کنند. کیوان حسینی، بی بی سی. فواز جرجس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن، اینجا در استودیو با ماست. آقای جرجس، خوش آمدید به برنامه. ایران تکذیب کرده که نقشی داشته در درگیری بین شبه نظامیان شیعه در عراق و آمریکا. چقدر این تکذیبی قابل باوره؟ خیلی قابل باور نیست. ایران کتائب حزب الله رو مسلح میکنه، ایران کتائب حزب الله رو تعلیم میده، کتائب حزب الله رابطه مستقیمی با نیروی قدس سپاه پاسداران داره، یکی از نیروهای رد بالای نظامی در ایران، و ایران به کتائب حزب الله کمک مالی میکنه. بنابراین من نمیفهمم چطور ایران میتونه این رو انکار کنه، غیر از اینکه بخواد خودش رو دور نگه داره و فاصله ایجاد کنه بین خودش از این حملات، برای اینکه میخواد که تنش زیاد نشه. چون ایران اگر بگه که کتاب حزب الله بخشی از حوزه نفوذ اون هست، اون وقت خب از ایران انتظار میره که به طور بلافاصله انتقام بگیره بابت این حملات. بنابراین تلاش کرده که از این قضیه فاصله بگیره.
ولی چقدر با قطعیت میشه گفتش که دونه دونه این حمله ها با هماهنگی و تحت نظر ایران انجام میشه؟ سوال خیلی خوبیه. واقعیت اینه که چیزی که ما باید متوجه بشیم، بیننده های شما باید متوجه باشن، اینه که یک جنگی است در سایه که میتونه اتفاق بیفته بین آمریکا و متحدانش از یک سو و ایران و متحدانش در سوی دیگر. این اولین حمله نیست. در یکی دو هفته، در یکی دو ماه اخیر حدود یک دو جین حمله داشتیم از جانب نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران علیه اهداف آمریکایی. فراموش نکنیم که ایران الان احساس میکنه در یک جنگ اقتصادی قرار گرفته، در کنار اون یک جنگ نیابتی هم داریم، اما این حملات یک بخش از جنگ نیابتی نبوده، حمله مستقیم بوده به یک پایگاه آمریکایی. نیروهای آمریکایی، یک موقت کار آمریکایی کشته شده، سربازان آمریکایی مجروح شدن. بنابراین آمریکا احساس کرده که باید واکنش نشون بده، نه داخل سوریه بلکه داخل عراق، و انتقام گرفتن از کتایب حزب الله یکی از مناطق استراتژیک است، جایی است که ایران داره سعی میکنه که دامنه نفوذ خودش رو گسترش بده. آقای جرجت، فکر میکنید که این حمله شروع حملات بیشتره و تنش بیشتر میشه بین دو کشور، یا اینکه کمتر میشه؟ الان همه دارن سوال اصلی رو میپرسن، حتی در نیویورک تایمز این رو پرسیدن که سوال اصلی اینه: آیا آمریکایی‌ها، حملات آمریکایی‌ها یا ضد حملات آمریکایی‌ها تنش رو کم خواهد کرد یا بیشتر خواهد کرد؟ این حمله بسیار گسترده، یک حمله تاکتیکی استراتژیک نبوده، پنج حمله بزرگ بودن، 25 نفر کشته، نزدیک به 50 مجروح. آمریکایی‌ها دارن با این فرض حرکت می‌کنن که این به کاهش تنش منجر نخواهد شد. درک من شخصا اینه که شاید تنش بیشتر خواهیم بود، اما سوال برای من این نیست که آیا ایران انتقام خواهد گرفت، سوال اینه که کی و چگونه انتقام خواهند گرفت. و ایران شاید مستقیم عمل نخواهد کرد، از طریق نیروهای متحد خودش، شبه نظامی متحد خودش داخل عراق و خارج از عراق اقدام خواهد کرد. اما باز باید بگیم این یک بخشی از اون جنگ سایه است، جنگ در سایه که داره اتفاق میفته بین آمریکا و متحدانش از یک سو و ایران و متحدانش در سوی دیگر. گفته میشه که آمریکایی‌ها تنها نیم ساعت قبل از حمله اطلاع دادن به مقام‌های عراقی که چنین حمله‌ای رو قرار انجام بدن، و مقام‌های عراقی مخالف این حمله بودن، اما کماکان آمریکایی‌ها حمله رو انجام دادن. این چه تأثیری بر رابطه آمریکا و عراق خواهد داشت؟ سوال این نیست که آیا که چگونه این حملات، این پنج حمله آمریکایی‌ها علیه کتاب حزب الله چطور انجام شدن. کتاب حزب الله بخشی از نیروهای امنیتی عراق هستند، اونها یک پارچه شدن با نیروهای امنیتی عراق، بنابراین میشه به طور رسمی گفتش که آمریکایی‌ها حمله رو علیه نیروهای عراق انجام دادن، چون کتاب حزب الله یک بخش پیوسته نیروهای امنیتی عراق هست. باز باید بگیم برای بیننده‌های شما، عراق الان یک صحنه جنگ هست بین آمریکا و بین ایران، و در بسیاری از موارد این خودش نشون دهنده ضعف و آسیب پذیری مقام های عراقی، صرف نظر از اینکه مقام های عراقی چی بگن، این واقعا نشون میده که حکومت عراق واقعا حرفی برای گفتن در این جنگی که بین ایران و آمریکا در خاکش داره اتفاق میفته نداره. بسیاری از گروه‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی بعد از این حمله خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند، اصحاب اهل حق، خود مقتدی صدر، و بسیاری گفتند که باید دست به دست هم بدیم و آمریکا رو مجبور کنیم که خارج بشه از عراق. فکر نمی‌کنید که این حملات ممکنه به نوعی یک پارچگی در بین نیروهای عراقی که به شدت با هم اختلاف دارن ایجاد بکنه؟ این نیروهای موسوم به بسیج که کتاب حزب الله بخشی از این نیروهای شبه نظامی مختلفی هستند که همشون متحد ایرانن، ایران به اونها سلاح میده، کمک مادی میکنه، آموزش میده و در برنامه‌ریزی استراتژیک به اونها کمک میکنه. چیزی که ما الان شاهدش هستیم نه فقط تقاضا از آمریکاست که از عراق خارج بشه، بلکه شاهد افزایش حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق خواهیم بود. ترس من اینه که
شاهد این خواهیم بود که به صورت تصاعدی تنش زیادتر خواهد شد. اگرچه یک جنگ نیابتی است، ممکنه یک جنگ مستقیم بشه بین آمریکا و ایران، چون این ممکنه یک جرقه‌ای باشه این رویداد. اگرچه نه ایران و نه ایالات متحده خواستار رویاروی مستقیم نیستن، این اما ممکنه جرقه لازم رو فراهم کنه و چیزی که شاهد هستیم در روزهای آینده شاهد تنش بیشتر خواهیم بود. متشکرم فواز جرجس، استاد روابط بین الملل با ما. درگیری‌های مرگبار شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران و آمریکا تنش میان واشنگتن و تهران را به سطح تازه‌ای رسانده. این وضعیت نگرانی از تشدید رویارویی و حتی درگیری مستقیم ایران و آمریکا را افزایش داده. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به روند رویدادهای تنش‌زا در ماه‌های اخیر که حالا در عراق به اوج رسیده. پررنگ شدن تنش میان ایران و آمریکا، شاید اشتباه محاسباتی ایران درباره نقطه تحمل آمریکا. و این سخنان وزیر خارجه آمریکا اینجا در امارت شخصی دونالد ترامپ درست بعد از حمله نیروهای آمریکایی به مواضع کتایب حزب الله در عراق. ما همچنان خواستار این هستیم که جمهوری اسلامی به خواسته های 12 گانه ما که من می 2018 اعلام کردم عمل کند تا به جامعه جهانی بپیوندد. مایک پومپئو می گوید امریکا مدت هاست که به ایران هشدار داده. تصور می شد که تنش بین ایران و آمریکا تا یه هفته گذشته کاهش پیدا کرده باشه. در این حال گفته می شه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران 11 حمله طی روزهای گذشته علیه منافع آمریکا انجام دادن. یکی از اونها حمله‌ای بود که گروه کتایب انجام داد و منجر به کشته شدن یک آمریکایی شد. اون چه ما شاهدش هستیم تشدید تنش توسط نیروهای وابسته به ایران در خاک عراق و در نهایت باعث شد آمریکا تصمیم بگیره به این حملات پاسخ بده. تنش بین ایران و امریکا ماهاست که تشدید شده، اما درست از این روز علنی شد. جان بولتون مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید خبر داد به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد ایران می‌خواهد به منافع امریکا در خلیج فارس حمله کند. 10 روز بعد به چند نفتکش امارات، عربستان و نروژ در بندر فجیره حمله شد. امریکا ایران را به دست داشتن در آن حمله متهم کرد، اما ایران تکذیب کرد. چند روز بعد ایران اعلام کرد که یک پهپاد امریکایی را سرنگون کرده. تلافی این اقدام 10 روز بیشتر طول نکشید و امریکا گفت یک پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز منهدم کرده. در کمتر از یک ماه ایران اعلام کرد یک امریکایی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده. حمله به تأسیسات نفتی آرامکو رویداد دیگری بود که امریکا و عربستان گفتند کار ایران بوده، اما ایران تکذیب کرد و گفت همانطور که شبه نظامیان حوثی یمن میگویند حمله را حوثی‌ها انجام دادند. در میان تبادل زندانیان بین ایران و امریکا میتوانست نشان از جریان مذاکراتی پشت درهای بسته باشد، اما حملات اخیر به امریکایی‌ها در عراق و پاسخ مرگبار امریکا در حمله به مراکز کتایب حزب الله پرچم قرمز را در خاورمیانه بالا می‌برد. دولت عراق طی یک سال گذشته تلاش‌های دیپلماتیکی داشته تا از رویاروی مستقیم بین ایران و آمریکا در خاک عراق جلوگیری بشه. عادل عبدالمهدی شخصا تلاش گسترده‌ای داشته تا هم با ایران و هم با آمریکا رابطه دوستانه برقرار کنه. اما نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران با این حمله ثابت کردن با دیپلماسی مخالف هستند. اونها تلاش کردن آمریکا رو به واکنش وادار کنن که مصداق اون رویداد یک شنبه است. از سوی دیگر میخوان تلاش کنن تا پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای آمریکایی از عراق بده. تلاش دیپلماتیک در روزهای آینده در این راستا خواهد بود که نیروهای وابسته به ایران رو قانع کنه از خشونت پرهیز کنند. اما ضمانتی وجود نداره که این اقدامات نتیجه بخش باشه، چرا که این ممکنه یک حرکت استراتژیک از سوی ایران باشه که آمریکایی‌ها رو از عراق خارج کنه. از حدود 3 ماه پیش اعتراض‌های گسترده در عراق آغاز شده. اعتراض‌هایی که در آن علیه دولت ایران شعار داده می‌شود. چون بعضی از معترضان معتقدند که جمهوری اسلامی در امور عراق دخالت می‌کند.
ماه گذشته دوبار به کنسولگری ایران در نجف حمله و ساختمان آن به آتش کشیده شد. 13 آبان ماه هم به کنسولگری ایران در کربلا حمله شد. حملاتی که مقام‌های ایرانیان را به آمریکا، اسرائیل و عربستان نسبت می‌دهند. در چنین شرایطی عراق مرکز تقابل ایران و آمریکا شده. آمریکا و متحدانش هزینه سنگینی صرف تأمین تجهیزات نظامی پیشرفته کردند. در خاورمیانه عربستان پر هزینه ترین تشکیلات و تجهیزات نظامی را دارد و بعد از آن ترکیه، اسرائیل و ایران. اما اگر تمام هزینه نظامی این کشورها را روی هم بگذاریم، از سرمایه گذاری نظامی آمریکا کمتر است. شاید یکی از دلایل پرهیز ایران از درگیری مستقیم با آمریکا همین بوده باشد. تنش در خاورمیانه مدت خاص که ادامه دارد، اما تشدید رویارویی مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا می تواند آتشی را روشن کند که مهارش سالها طول بکشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن آمریکا با ماست و سینا عزادی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک فلوریدای جنوبی از واشنگتن پایتخت آمریکا. خوش آمدید به برنامه. آقای آرامش، با شما شروع می‌کنیم. عده‌ای تا اینجای کار معتقد بودند که سیاست دونالد ترامپ عدم رویارویی نظامی با ایران. آیا میشه از حملات روز گذشته نتیجه گرفت که این سیاست تغییر کرده؟ حملات جمهوری اسلامی و کلن هر کشوری به منافع ایالات متحده، به شهروندان ایالات متحده و به مراکز نظامی و غیر نظامی، اون نمیتونه بی پاسخ بمونه. همونطوری که هر کشوری این حق رو برای خودش قائل میدونه که مقابل به مثل بکنه و حمله یا جوابی مناسب بده. اینکه کتائب حزب الله بوده، یکی از تندروترین گروه های و سریترین گروه های معارض مسلح، میلیشای مسلح در عراق هستند، سرسپرده بسیار تام و تمام هستند به جمهوری اسلامی، همون آقای ابو مهدی مهندس یا جمال جعفر ابراهیم، خیلی به قول معروف مشخص میگه که اول من شیعه‌ام، بعد ضد آمریکایی‌ام، بعد عراقی‌ام، و سرباز خودش رو سرباز قاسم سلیمانی میدونه و رهبرش هم آیت الله خامنه ای. یعنی کاملا معلوم است که کجا خط میگیرن و بالاخره از کجا حمایت میشن و از اون هم هیچ ابایی ندارن. موقعی که حمله راکتی میکنن به یکی از مراکز نظامی عراق که در اون نیروهای ایالات متحده هستن و یک شهروند آمریکایی کشته میشه، اون موقع ایالات متحده دست به همچین حمله ای رو میزنه، ولی هنوز که هنوز حمله مستقیم به خاک ایران نکرده. این کاری که شما میفرمایید درست، آقای ترامپ مثلا بعد از اینکه پهپاد جمهوری ایالات متحده رو بر روی آبهای آزاد و در خلیج فارس زد، جمهوری اسلامی، آقای ترامپ با همه ایراداتی که بهش هست که بر کسی هم دیگه پوشیده نیست، از خود خیشتنداری نشون داد به خاطر که نمیخواست وارد استکاک مستقیم بشه و در مناطق و مراتب و جاهای مختلف هم خیشتنداری نشون داده به خاطر اینکه نمیخواد وارد درگیری مستقیم نظامی بشه. اما هم فشار حد اکثری اون به صورت تحریم ها و فشار اقتصادی سیاسی و انزوای بین المللی به اضافه حملات و مقابله به مثل‌های نیابتی، یعنی بیان هم پیمانان و هم کیشان و هم قطاران جمهوری اسلامی را از کتائب حزب الله شده یا اصحاب اهل حق یا غیر ذالک را در عراق بزنن، این سیاستی است که فعلا هست. اما این دلیل بر این نمیشه که اگر در آینده استکاکاتی بیشتر از این پیش بیاد، همین روند را آقای ترامپ در پی بگیره، چون شخصی است بسیار غیر قابل پیش بینی و ممکنه یک وقت همونطور که برای پهپاد رو زدن ایشون عملیات یا به قول معروف مقابل مثل نکرد، اما ممکن در آینده دو چندان بکنه. و به خصوص این مسئله تا موقعی که ایالات متحده از لحاظ نیروی زمینی وارد خاک ایران نشه، این شاید نامحبوب ترین و منفورترین عملی است که میتونه از لحاظ سیاسی بکنه. اما اگر حملات نظامی انجام بشه و امریکایی‌ها کشته بشن، ایالات متحده از طریق نیروهایی که داره در نیروهای دریایی و هوایی که داره در منطقه و فراتر از منطقه میتونه مقابل مثل بکنه و این نه تنها از محبوبیت ایشون کسری نمیکنه، حتی ممکنه که در زمان انتخابات اون بیفزاید. آقای عزادی، البته ایران تکذیب کرده نقش داشتن در درگیری‌های بین شبه نظامیان شیعه و نیروهای آمریکایی در عراق رو، اما شکی در نزدیکی این نیروها و ایران نیست. فکر می‌کنید که در شرایط فعلی که ایران تحت تحریم‌های شدید اقتصادی و بحران‌های داخلیه، آیا توان رودررویی احتمالی در خاک عراق رو با نیروهای آمریکایی داره؟
نه مسلما نداره و به نفعش هم خواهد بود که این کار رو نکنه. یعنی ممکنه هستش که اگر در مثلا یک حمله شدش به پایگاهی که اون غیر نظامی آمریکایی کشته شد و بعد آمریکا جواب داد و ایران ممکنه بتونه دوباره از طریق یکی از گروه‌هایی که بهش نزدیک هستن جواب بده، ولی مسلما همونطور که آقای آرامش گفتن آمریکا ممکنه دوباره جواب بده و این همینطور خطر این هستش که دو تا کشور وارد یک به اصطلاح یک فازی بشن که روی نردبان تنش با هم هی بالا برن و در یک جایی یک نفر ممکنه یک اشتباه بکنه، چه آمریکا چه ایران، و باعث رویاروی مستقیم بشه. این دفعه من با حرف آقای آرامش موافقم. اون زمانی که ایران پهپاد آمریکا رو در سرنگون کرد، به نظر من آقای ترامپ تصمیم درستی نشون دادن که از خودشون خویشتنداری نشون دادن، برای اینکه درگیری به نظر من بین آمریکا و ایران نه به نفع ایالات متحده خواهد بودش نه به نفع ایران، و هر دو به نظر من خیلی ضرر خواهند کرد. آقای آرامش، میدونیم که مقام‌های ارشد عراق مخالف حمله نیروهای آمریکایی بودند و علی‌رغم این مخالفت آمریکا این حمله را انجام داده. فکر می‌کنید که این حمله چه تأثیری میتونه بر روابط عراق و آمریکا بگذاره؟ روابط دولت عراق با ایالات متحده یک روابط پیچیده است. از طرفی خب اگر حمله ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام، که امروز هم اتفاقاً سالگرد اعدام صدام حسین هست و در 29 دسامبر یا 30 دسامبر ایشون رو اعدام کردن نیروهای عراقی بعد از محاکمش در محکمه در عراق، اینها رابطه پیچیده‌ای دارن. از طرفی نیروها به خصوص نیروهای اجرایی در و نیروهای امنیتی و نظامی بسیار نزدیکن به ایران. ایران نه فقط بعد از اشغال عراق، بلکه سالهای سال است با عراقیون رابطه نزدیک و تنگاتنگ داره. همین آقای ابو مهدی مهندس بدری بوده قبلا توی سپاه بد، تو گردانهای بد یا سپاه بد بوده. اینا مقلد خامنه‌ای یا مقلد باقر صدر هستند و بسیار رابطه تنگاتنگ دارن. سالهای سال در ایران زندگی کرده، قبل از که حزب بدری باشه تو حزب دعوه بوده. یعنی حزب دعوه بالاخره بسیاری از نیروهاش از ابراهیم جعفری یا آقای مالکی اینها رابطه تنگاتنگ با ایران دارن. حالا اینکه خلوص نیتشون نسبت به جمهوری اسلامی چقدر هست و به چقدر به ولایت فقیه معتقدن، این یک تغییرای به قول معروف جزئی هست. ولی امثال مثل آقای هادی عامری یا آقای ابو مهدی مهندس، اینها کاملا نه تنها خودشون رو به ایران نزدیک میدونن، بلکه به اون افتخارم میکنن و از اونم پوشیده نمیکنن. به خاطر همین آیا این به قول معروف اعتراضی که دولت عراق کرده به آمریکا به جایی نخواهد رفت؟ ایالات متحده از اون طرف هم نگران این هستش که اگر پاسخ نده، اون موقع امنیت سربازانش و امنیت شهرونداش تأمین نخواهد شد و عراق هم از طرفی درگیر نفوذ شدید جمهوری اسلامی است و از اون طرف هم در چتر امنیتی ایالات متحده. آقای عزادی، چندین هفته است که در عراق بحران سیاسی در جریان و اعتراضات ضد حکومتی در جریان و در بعضی مواقع رگه‌های بسیار واضح ایران ستیزی درش دیده میشه و بسیاری معتقدند که ملی‌گرایی داره بر شیعه‌گرایی برتری پیدا میکنه. فکر می‌کنید که ایران چقدر میتونه بر جایگاهش بین افکار عمومی در عراق حساب کنه؟ به نظر من اون زمانی که ایران زمانی که آمریکا به عراق حمله کردش و ایران از اون فرصت استفاده کردش که نفوذ خودش رو در عراق گسترش بده، اشتباهی که کردش به نظر من این بودش که همه چیز رو از دید امنیتی نگاه کردش. وقتی که به سفرای ایران نگاه میکنید، اکثرا یا شاید همشون از اون زمان در عراق همشون پیشینه نظامی داشتن با سپاه پاسداران و یکی از اشخاصی که خیلی در عراق فعال بودش آقای قاسم سلیمانی بودش، مخصوصا بعد از داستان به اصطلاح خطر داعش آقای سلیمانی نقشش خیلی بیشتر تو عراق به اصطلاح نشون داده شدش. ولی ایران اشتباهی که کردش به نظر من این بودش که این دید فقط یک دید امنیتی به قضیه نگاه کردش و اینه که تهدیدات آنی رو و که اون زمان به نظر من یه مدتی تهدید حمله آمریکا به ایران بود در اوایل سال 2000 سال 2003-2005 و بعدش هم که داعش بود، همه چیز رو دید امنیتی نگاه کردش و سعی کرد و به صلاح از پیوندهای دیگه‌ای که ممکنه بین دو تا کشور باشه، اقتصادی اینها، خیلی به اونها توجه نکرد. یعنی عملا اگر نگاه بکنید روابط ایران و عراق و مقامات ایرانی و عراقی عملا برای یک رابطه انسانی هستش که
آقای ابو مهندس خودشون رو سرباز آقای قاسم سلیمانی میدونن، ولی شما پیمانهای امنیتی یا پیمانهای استراتژیک بین دو تا کشور نمیبینید. بنابراین به نظر من فکر میکنم اون ایرادی بودش که ایران داشتش و متاسفانه الان، متاسفانه برای ایران البته، این و اینی که عراقی ها دارن میبینن که به اصطلاح کشورشون عملا شده یک میدان نبرد نیابتی بین ایران و آمریکا، مسلما از این به اصطلاح تنگ اومدن و اون رو از دید یه مقدارش به اصطلاح ایران رو مقصر میدونن. بله آقای آرمش، خیلی کوتاه لطفا اگر که میشه، فکر میکنید که تنش بالا میگیره در عراق بین ایران؟ الله اعلم، بستگی داره به تغییرات و تغییرات متغیرهای میدانی. اگر ضرب و شتمی بشه دوباره چرا که نه، اگر نشه دو طرف به قول معروف میگن سرهای خونسرد پریویل به یعنی به سر میز مذاکره بشینن، به هم دیگه حمله نکنن از اون طرف. ولی به نظر من بخش های هستن از هر دو طرف به خصوص در تهران و در بغداد که پیشواز استکاک میرن، چون میدونن که ایالات متحده حمله نظامی زمینی نمیکنه و از اون طرف هم یک حمله تاکتیکی هوایی یا حتی نیروی دریایی میتونه مردم رو رگ غیرت ملی پرستی و ملی گرایی و وطن پرستیشون رو به جوش بیاره و اون یک برگ برنده خواهد بود برای اقتصاد جهادی و اقتصاد انقلابی و حتی ملی گرایی جهادی. به خاطر همین بستگی دارد به متغیرات میدانی و از اون طرف که دو طرف چقدر میتونن خیشتنداری از خود نشون بدن و به دام تندروهایی که میخواهند جنگ را، حتی آتش جنگ حتی موقت و محدود و کاملا موضعی رو اما با منافع و غرض و مرض خاصی باز کنن، چجوری جلوی این در رو ببندند. آقای عزادی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که تنش بالا میگیره یا آروم میشه؟ منم یه مقدار پیشبینی آینده مشکله، ولی من امیدوارم که کسانی که امیدوار هستن که بین ایران و آمریکا درگیری نظامی پیش بیادش اونها موفق نشن، برای اینکه دستهایی هستش هم در تهران هم در واشنگتن و هم در به اصطلاح در متحدین آمریکا در منطقه که ایران و آمریکا رو به سمت یک استکاک و یک درگیری نظامی ببرن. من امیدوارم که اونها موفق نشن و چون هم به نفع آمریکا هستش هم به نفع ایران هستش که از هر گونه درگیری نظامی به نظر دوری بکنن. متشکرم سینا عزادی و آرش آرامش. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد دولتش گفته وعده هایی که در آغاز کار داده بود مربوط به شرایط صلح بوده، در حالی که ایران امروز در شرایط جنگ است. اشاره حسن روحانی به تحریم های آمریکا است که مقام های ایران از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند. در پی اعتراضات سراسری چند هفته پیش انتقادها از دولت بیشتر شده. با این حال آقای روحانی از عملکرد دولتش دفاع کرده. او میگوید وضعیت اشتغال بهتر شده و امیدوار است که رشد اقتصادی هم در سال آینده منفی نباشد. بارون عباسی گزارش می‌دهد. خب این حرف منطقی نیست که برخی ها که با دولت خرد فرمایش دارن بگن که در سال 95 در فروردین 96 شما اینا رو گفتید و فروردین 98 لحن فرق کرده. واکنش حسن روحانی به منتقدانی که میگویند رئیس جمهوری به وعده های انتخاباتیش عمل نکرده. او شرایط صلح بود، الان شرایط جنگه. شرایط جنگ شرایط خودش رو داره. اشاره به تحریم های آمریکا که مقام های ایران آن را جنگ اقتصادی می نامند. جنگی که حسن روحانی می گوید شکست خورده و در عوض عمل کرده دولت او مثبت بوده. ما تونستیم اون تورم شدیدی که پایان پارسال شروع شد، اون تورم، این تورم رو تا حدی در بهار امسال مهار بکنیم. حتی در رشد اقتصادی که پارسال رشد منفی داشتیم، امسال شرایط ما متفاوته. حتی ما امید ما اینه که در سال آینده که ما محاسبه میکنیم رشد ما منفی نباشه. خب این به معنای آن است که دشمنان ما ناموفق بودن. امید دولت به بهبود وضعیت اقتصادی اما با برآوردهای سازمانهای بین المللی متفاوت است. بانک جهانی دو ماه پیش در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که ایران در سال پیش رو برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و اقتصادش نزدیک به 9% کوچکتر شود. حقوق مساوی شهروندی اما بهبود شرایط اقتصادی تنها وعده رئیس جمهوری نبود. این سخنان حسن روحانی در مناظره های انتخاباتی. حقوق شهروندی انشا نیست. حقوق شهروندی در دولت دوازدهم تبدیل میشه به زنگ عمل
به زنگ اینکه حسابکشی بکنیم ما از بخش‌های مختلف که چگونه نسبت به شهروندان کشور رفتار میکنن. و همینطور وعده دسترسی آزاد به اینترنت. فضای مجازی رو، فضای اینترنت رو، ارتباط مردم با دنیا را دولت دوازدهم حراست خواهد کرد. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وعده ای که چند هفته پیش با قطع کامل اینترنت در جریان اعتراض‌های سراسری و سرکوب خشونتبار معترضان زیر پا گذاشته شد. در سیاست خارجی هم حسن روحانی وعده باز کردن درهای ایران به روی جهان را داد. اما با خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا در مقابله با بازگشت تحریم‌های آمریکا، درها بار دیگر بسته شد. ما بریم سر میز مذاکره‌ای که هرچه اونا گفتند ما قبول کنیم. این کار در ایران اسلامی ما نشدنی است. در چنین شرایطی آنچه از دید دولت حسن روحانی شدنی به نظر می رسد مقاومت به امید کاهش فشار هاست. دوران تحریم و فشار نسبت به ملت ایران به سر خواهد آمد، حالا یه روز زودتر یا یه روز دیرتر. اما آنچه در انتظار باقی نمی ماند معیشت حدود 83 میلیون نفر جمعیت ایران است که روز به روز زندگی را دشوارتر می کند. مردم تحملشون بره بالا. باران عباسی، بی بی سی. صبرشون بره بالا. وزیر آموزش و پرورش ایران در جواب سؤالی درباره وضعیت دانش آموزان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری اخیر گفته که مشکل آنها حل شده. این در حالی است که تا به حال آمار رسمی از بازداشت شدگان از جمله افراد زیر 18 سال اعلام نشده. بعضی از فعالان مدنی و نهادهای بین‌المللی هم از وضعیت آنها ابراز نگرانی کردند. مریم افشان گزارش می‌دهد. بیش از 40 روز از اعتراضات آبان ماه می‌گذرد. هیچ کدام از سران سه قوه و منابع رسمی نه آماری از تعداد کشته شدگان منتشر کردند، نه از وضعیت بازداشت شدگان و شرایط و محل نگهداری آنها چیزی گفتند. از همان ابتدا نگرانی از بازداشت دانش آموزان و افراد زیر سن قانونی مطرح بود. حالا وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا از وضعیت آنها خبر دارد یا نگفته، آخرین آمار و گزارشی که دریافت کردم نشان می‌دهد مشکل دانش آموزانی که دچار مسئله شده بودند حل شده است. محسن حاجی میرزایی درباره دانش آموزانی که گفته می شود در مدرسه بازداشت شده اند هم گفته هیچ کسی اجازه ندارد به این دلایل وارد محیط آموزشی شود. قطعا مراقبت می کنیم که این اتفاق نیفتد. او پیشتر گفته بود هیچ دانش آموزی در اعتراضات آبان ماه دستگیر نشده. تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. شبکه حقوق بشر کردستان به مواردی از آزار جنسی کودکان بازداشت شده اشاره کرده که البته بی بی سی مستقلا نمیتواند آن را تایید کند. طبق اطلاعات رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان در پی اعتراضات اخیر آبان ماه بسیاری از کودکان زیر 18 سال بازداشت شدند. بسیاری از اینها تحت آزار و اذیت شکنجه های روحی جسمی قرار گرفتن. همچنین ما اطلاعاتی رو دریافت کردیم مبنی بر اینکه برخی از این کودکان تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن و برخی از اونها به تجاوز جنسی از طریق باتوم تهدید شدن. این فیلم در روزهای اعتراضات در فضای مجازی منتشر شد. نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از دبستان دخترانه‌ای برای انتقال بازداشت شده‌ها استفاده کردند. وزیر آموزش و پرورش همان زمان گفته بود اطلاع دقیقی ندارد ولی خواسته تا این ویدیو راستی آزمایی شود. البته هنوز جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده. شنبه روزنامه اعتماد در گزارشی از قول حلاله موسویان وکیل دادگستری نوشت رده سنی بازداشت شدگانی که از طریق خانواده‌هایشان به او مراجعه کردند 18 تا 30 سال بوده. این وکیل که عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هم هست همچنین از بازداشت افراد زیر 18 سال خبر داده که به گفته او به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حدود یک ماه پیش شمار بازداشت شدگان را 7000 نفر اعلام کرد. کانون صنفی معلمان هم گفته بود نگران دانش آموزانی است که مورد ضرب و شتم و حتاکی و خشونت غیر قابل وصف قرار گرفتند.
از سوی دیگر نهادهای بین المللی و حقوق بشری با اعلام نگرانی از وضعیت نوجوانان بازداشت شده آمارهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. چندی پیش سازمان ملل اعلام کرد دست کم 12 نوجوان در اعتراضات آبان ماه کشته شدند. خبرگزاری رویترز از کشته شدن دست کم 17 نوجوان و گروه موسوم به معلمان عدالت‌خواه با ذکر نام از کشته شدن 19 دانش آموز خبر داد. سازمان عفو بین الملل هم در تازه ترین گزارش از کشته و زندانی شدن عده نوجوان خبر داده. از جمله محمد داستانخواه دانش آموز 15 ساله که در مسیر بازگشت از مدرسه به خانه در شیراز بر اثر اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا عبداللهی نوجوان 13 ساله هم در اسلام شهر به ضرب گلوله کشته شد. این هم مراسم 40 محمد جواد عابدی است، جوان 16 ساله که امروز در اصفهان برگزار شد. فعالان مدنی و نهادهای بین‌المللی از کشتن و بازداشت نوجوانان ابراز تأسف و نگرانی کردند. گفته می‌شود بازداشت شدگان تحت فشار و شکنجه‌اند و خانواده‌های آنها تهدید می‌شوند که درباره شرایط فرزندانشان اطلاع رسانی نکنند. مریم افشنگ، بی بی سی. دادستانی کل ایران می‌گوید اگر فیلتر شکن‌ها مسدود می‌شد نیازی به قطع اینترنت کشور نبود. جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور وزارت ارتباطات را متهم کرده که با بهانه‌گیری از آنچه او ساماندهی دسترسی به فیلتر شکن خوانده خودداری می‌کند. با آغاز اعتراضات آبان ماه در ایران اینترنت خانگی و موبایل بیش از 5 روز قطع شد، اتفاقی که به گفته فعالان صنعت آیتی ایران روزی 2500 میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد. علی نیکویی کارشناس امنیت اینترنت از روتردام هلند با ماست. آقای نیکویی، منظور دادستان کل ایران چیه؟ فیلتر شکن‌ها اگر مسدود می‌شد نیازی به قطع اینترنت نبود، یعنی قرار چه اتفاقی باید می‌افتاد دقیقاً؟ ببینید، من دقیق نمی‌دونم منظورشون چی بود، چون توضیح خاصی ندادن و توضیحی که دادن خیلی توضیح عمومیه، ولی چیزی که به ذهن من میرسه از این کاری که میتونم بکنم اینه که مثلا بیان یه کاری که میشه انجام داد اینه که بررسی کنن ببینن هر کسی به چه وی پی انی وصله و اون وی پی ان رو مسدود کنن یا دسته‌بندی کنن اینجوری که خودشون گفتن و بعد حالا تصمیم بگیرن که کی و چه جور میخوان اینا رو ببندن یا هر اقدام دیگه ای انجام بدن. این به نظر مثل این کاریه که میخوان بکنن. ساماندهی دسترسی به فیلتر شکن یعنی چی؟ من نمیدونم، یه اصطلاح جدیدیه من میشنم که ساماندهی کنن، ولی میگم شاید یکی از چیزهایی که به ذهن من رسید با این خبری رو که خوندم این باشه که مثلا بیان دسته‌بندی کنن بگن اینا وی پی ان های داخلی هستن، یعنی ارائه دهنده های اینا داخلی هستن، ارائه دهنده اینا خارجی هستن، اینا مثلا از این تکنولوژی ها استفاده میکنن. شاید منظور دسته‌بندی کردن اینا و اینی که بعد تصمیم بگیرن که در مورد هر کدوم از اینا تو چه مقطعی چه واکنشی رو نشون بدن. آیا هیچ راهی دارن برای اینکه بدونن چه کسانی از وی پی ان و فیلتر شکن استفاده میکنن؟ ببین، اصولا که راه هست، مثل اینی که مثلا شما وقتی وبسایت رو باز میکنید مشخص هست که چه وبسایتی رو باز کردید و به همین ترتیب وقتی از یه وی پی ان استفاده میکنید مشخص هست که دارید به یه سرور وصل میشید برای حالا هر کاری که دارید که میتونه اون سرور وی پی ان باشه. این یه نکته است، ولی مسئله اینجاست که بخوان پیدا کنن که هر کدوم از اینا وی پی ان هست یا یه وی پی ان خصوصی، وی پی ان عمومیه، اصلا وی پی ان کارش دور زدن فیلترینگ هست یا نه، این کار خیلی ساده ای نیست، مخصوصا اگر از وی پی ان های غیر معروف استفاده کنن. مثلا میگم سایفون یه وی پی ان معروفی هست که خیلی استفاده میکنن. خب پیدا کردن سایفون خیلی کار سخت نیست، ولی اگر یه نفر از یه وی پی ان خیلی غیر محبوب استفاده کنه لزوما پیدا کردنش کار ساده ای نیست. آیا تفاوتی هست بین وی پی ان های مختلف؟ یعنی مثلا وی پی ان امن و وی پی ان ناامن داریم؟ بله، این دقیقا هست. من اگه بخوام اینو توضیح بدم خیلی ساده اینجوری است که برای وی پی ان مثل اینه که مثلا میگم من میخوام به اینترنت وصل بشم، به هر دلیلی میام به جای اینکه مستقیم وبسایت گوگل رو باز کنم میام از طریق مثلا میگم کامپیوتر شما این کار میکنم. خیلی ساده شدهش هست. خب اگر این وسط شمایی که واسط این ارتباط ما هستید یه کار خلافی رو بخواید انجام بدید یا بخواید کانکشن رو نگاه کنید یا حتی کارهای بدتری رو انجام بدید، امکانش وجود داره. بله.
آقای نیکویی، آیا اون هدفی که در واقع حکومت به دنبالش بود با قطع کامل اینترنت، با این مسدود کردن فیلتر شکن‌ها هم به دست می اومد؟ من فکر نمی کنم امکان پذیر بود که این کار رو بکنم. ببینید، یه چیز خیلی ساده ای هست. شما وقتی اینترنت وصله، حالا نیم بند وصله، ما قبلا هم اینو داشتیم تجربه شد، وقتی نیم بند وصله و مثلا فیسبوک رو قطع میکنن، یوتیوب رو قطع میکنن، یا ببخشید فیلتر میکنن، یا توییتر رو فیلتر میکنن، به هر حال یه راهی رو یکی میتونه پیدا بکنه برای اینی که به این وصل بشه. ولی وقتی اینترنت رو کلا قطع میکنن، وقتی وصل نیست، اصلا امکان پذیر نیست که بخوان این ارتباط رو برقرار کن. هرچند که تو این مدلی که دارن استفاده میکنن اینه که یه بخش عمده ای، تقریبا میشه گفت مثلا عددی رو که دارم میگم همینجوری ذهنی دارم میگم، مثلا چیز تحقیقی نیست، مثلا فرض کنید 95% اینترنت رو دارن قطع میکنن، اینترنت دسترس به خارج از کشور رو دارن قطع میکنن، 5% وصل میکنن. فقط تنها کسایی که میتونن ارتباط با خارج از ایران داشته باشن همون 5% هستن تو این مدلی که بود. ولی حالا فرض کنید مثلا بیان وی پی ان رو قطع کنن، خب این به جای 95% چه 80%، 70%، و خب ارتباط آدمایی که به خارج از کشور ارتباط دارن بیشتره و اینا میتونن به یه طریقایی که تو همین مدت هم این اتفاقا چند بار افتاده بود و خیلی‌ها این کار رو می‌کردن، حتی آدمای فنی، ارتباطشون رو با خارج از کشور حفظ کنن و حتی یه مدلای ارتباط رو برای دیگران، یه مدلای وی پی ان حالا خاصی رو برای آدمایی که داخل ایران هستن به خارج از ایران این ارتباط رو برقرار کنن. ولی به نظرم اگر بنا به این هست که اینترنت قطع بشه، یا اینجوری که خواستن شبکه‌های اجتماعی قطع بشه، یا ارتباط آدما کلا با خارج از کشور به هر ترتیب قطع بشه، با قطع کردن وی پی ان ها بعید می‌دونم این اتفاق بیفته. متشکرم علی نیکویی، کارشناس امنیت اینترنت با ما. دیشب تلویزیون ایران تصاویر گفتگو با یک نماینده مجلس رو برای جلوگیری از تبلیغ انتخاباتی با سانسوری عجیب پخش کرد. در برنامه هر کی شما بگین که شبکه یک درباره انتخابات آینده مجلس روی آنتن میبره، موجی برنامه با یک نماینده فعلی مجلس گفتگو کرد، اما تصویر او رو با گرافیک سانسور کرد و صداش رو تغییر داد. در زیرنویس این برنامه گفتن دلیلش نزدیک شدن به زمان انتخابات در ایران بوده. یعنی در طول شبان یعنی هی زنگ میزنن کار داریم آقا، اینجا آقا اون مشکل ما آقا لوله‌کشی آب رحمت آباد آسفالت فلان اینا. با توجه به اینکه حوزه انتخابی من تقریبا بزرگترین حوزه انتخابی کشور هست، استان ده تا شهرستان داره و 5 تا شهرستانش رو من توفیق داشتم کالا یک نماینده در 5 تا شهرش. همکارم پویا قربانی در استودیو با ماست. پویا، خب حالا چه کاریه؟ چرا به این شکل سانسور؟ چرا تغییر صدا؟ توضیحی دادن؟ مرزهای خلاقیت رو بعضی از کاربرا گفته بودن که در نوردید تلویزیون ایران عجیب ولی واقعی. خیلی عجیب بود دیشب که این عکس خیلی توییتش کردن. در اولش فکر می‌کردن که بعضی از کاربرا فکر می‌کردن که شاید دستکاری شده، شاید فتوشاپه، ولی خب واقعی دیدید که ویدیوش هم در آرشیو شبکه یک، شبکه سراسری تلویزیون دولتی ایران هست، موجوده. به هر حال طبق قانون انتخابات در ایران تبلیغات پیش از موعد ممنوعه، تخلفه، احتمالاً به همین دلیل. ولی خب به قول تو چه کاریه؟ خب چرا یه نماینده فعلی که قصد داره در انتخابات شرکت کنه؟ این چیزیه که یه کارشناس رسانه که ایسنا باش مصاحبه کرده بود، آقای بهشتی پور که از مدیرای قبلی شبکه العالم هم هست، همین رو اشاره کرده که خب برید یکی دیگر رو بیارید. چرا اشاره کرده به اعتبار صدا و سیما که خدشه‌دار میشه و چرا اصلا خود این نماینده قبول کرده؟ چون تو زیرنویسم عنوان شده که این نماینده رضایت داشته که این کار انجام بشه، هم صداشو تغییر بدن هم تصویرش دیده نشه. خب یه کسی دیگر رو می آوردن. واکنش ها خیلی زیاده. من حالا دو تاشو انتخاب کردم. یکی خیلی زود کاربرا یاد آباجور افتادن. چرا آباجور؟ آباجور یه ژانره دیگه تو شبکه‌های اجتماعی. به جای اینکه سانسور کنن سریال‌ها و فیلم‌های خارجی رو، دستشون درد نکنه، میمدن از جمله آباجور یا مثلا وسایل دیگه‌ای رو روی اون صحنه‌ای که مثلا می‌بینیم اتفاقاً دقیقاً مثلا اون پوشش هنرپیشه زن شاید مطابق معیارهای صدا و سیمای ایران نبوده، استفاده کردن که خب بیننده‌ها هم تصویر رو ببینن دستشون درد نکنه. بعدم به این شکل این انقدر تکرار شد دیگه به یه ژانر تبدیل شد. بعضی جاها از هوله استفاده کردن یا مثلا چیزهای دیگه.
اینا گفتن که حالا این نماینده مجلس هم آباژورکاری کرده صدا و سیما. یه قسمت دیگه از واکنش‌ها برمیگشت به اینکه مهران رجبی مجری یک برنامه انتخاباتی، خیلی هم خوب، ولی خب ما مهران رجبی رو به عنوان یه هنرپیشه سریال‌های تلویزیونی میشناسیم. خیلی وقت طنز که اصلا بیانش هم تو همین مجموعه بیان طنز و خیلی مفرح و از خاطراتت بگو، مثلا اون کسی که بچگی چطور گذشته از پدر و مادرت. یعنی به نظر میاد اون چیزی که من دیدم جمع‌بندی کلی از واکنش‌ها به این که مهران رجبی و این برنامه اینجوری ساخته شده اینه که احتمالاً صدا و سیما با ساختن یه برنامه مفرح و خیلی عامه پسند قصد داره و اینو پخش کنه در شبکه سراسری که شهرها و روستاهای دیگه هم میتونن اینو ببینن، بر وجه اجتماعی انتخابات مجلس تاکید کنه، نه وجه سیاسیش که حالا تو شهرهای بزرگ غالبه و اصطلاحا تنور انتخابات رو اینجوری گرم کنه. حالا باید ببینیم. پس به نظر میاد که برداشت خیلی از کاربران اینه که این برنامه بیشتر طنز بوده تا برنامه جدی. میشه اینطور گفت. متشکرم. پویا قربانی در استودیو با ما. سال 2019 پژوهشگران پزشکی امیدهای زیادی آفریدند، از بکار انداختن اندام‌های فلج تا تشخیص زودهنگام بعضی از بیماری‌های مغزی و سرطان‌ها. نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه 37 درجه بی بی سی فارسی مهمترین تحولات دنیای پزشکی رو مرور می‌کنه. بین کل خبرهای حوزه پزشکی جهان تو سال 2019 سه تا از مهمتریناش توسط محققای ایرانی انجام شده. به نظر من مهمترین خبر به بازار اومدن قرص ترکیبی بود که احتمال سکته قلبی و سکته مغزی رو به نصف میرسوند. این پژوهش بزرگترین تحقیق بالینی دنیا تو زمینه بیماری‌های قلب و عروق بود. پزشکای ایرانی ثابت کردن که این قرص میتونه جلوی خیلی از مرگ‌های زودرس رو بگیره. این اولین باری بوده که در دنیا این قرص رو چندین سال به چندین هزار نفر دادن که ببینن آیا بیماری قلبی عروقی رو میاره پایین، و خوشبختانه دیدن که 34% میاره پایین و در کسایی که مرتب خوردن حتی بیش از 50% بیماری های قلبی عروقی عمده رو آورد پایین. قرص پولیپیل در حقیقت حاوی 4 قرص دیگه است: آسپرین برای رقیق کردن خون، استاتین برای کاهش کلسترول و 2 ماده دیگه برای پایین آوردن فشار خون. بالاخره پژوهشگرا تونستن تو سال 2019 بفهمن که چه عواملی باعث سرطان مری میشه. ایران به همراه 2 مؤسسه معتبر سرطان جهانی این پژوهش رو روی 50,000 نفر توی استان گلستان انجام دادن. چرا اونجا؟ چون بیشترین تعداد بروز سرطان مری تو کل دنیا تو استان گلستان اتفاق میفته. یکی از اون عوامل مصرف تریاک و مصرف مواد مخدر بود که متاسفانه توی مطالعات حدود 17% افراد اوپیوم مصرف میکردن و نشون داد که مصرف اوپیوم به صورت کاملا معنادار ریسک و خطر سرطان مری رو زیاد میکنه. عامل دوم مصرف کم میوه و سبزیجات بود. عامل سوم مصرف آب غیر لوله کشی بودش که متاسفانه افراد اون موقع دسترسی زیادی نداشتن به آب لوله کشی که خیلی بهتر شد الان اوضاع. عامل چهارم استفاده از سوختهای فسیلی و بیوزیستی بودش در فضای بسته داخل خونه. عامل پنجم بهداشت ضعیف و نامناسب دهان و دندان بودش و عامل ششم استفاده از چای داغ به میزان زیاد. 20% افرادی که بیشترین مواجهه با این عوامل رو داشتن یا ترکیبی از این عوامل رو داشتن ریسک و خطر سرطان مری 7 برابر بود تو این افراد. توی ایران و بریتانیا از هر 100 نوزاد یکی با نارسایی قلبی مادرزادی به دنیا میاد که تشخیصش گاهی ماه‌ها طول می‌کشه. این یعنی جراحی باز قلب برای نوزاد که تصویر دردناکیه. امسال پروفسور رضا رضوی که دختر خودش هم جزو یکی از این نوزادان بود تونست به این کابوس پایان بده. بعضی چیزا مثل رگ‌های اطراف قلب سخته با آرسنتید و بعد برای اون مریضا ما میتونیم MRI استفاده بکنیم و بتونیم دقیقا ببینیم به حدود 3D چه اشکالایی هست و بتونیم بعد تصمیم بگیریم که چه عملی احتیاج دارن یا نه، و این خودش خیلی کمک میکنه هم به مادر و پدر که بعد خیالشون اقلا راحته که واقعا عمل احتیاج ندارن و یا اگر عمل احتیاج دارن چه عمل احتیاج دارن، و مخصوصا برای بچه‌ها وقتی به دنیا میان میتونیم یک راست برن به درمان مثلا یا دوایی که احتیاج دارن یا عملی که احتیاج دارن، برای همین حالشون بهتره. تا
حالا اشکال کار اینجا بود که چون جنین مدام توی شکم مامانش تکون میخوره، تصویر خیلی محوی از قلبش توی امارای دیده میشه و مشخص نیست که آیا این قلب ایراد داره یا نه. اما حالا تیم پروفسور رضوی تونسته با استفاده از یه نرم افزار خاصی عکس‌های دو بعدی محو امارای رو تبدیل کنه به یه مدل سه بعدی از قلب که بسیار دقیقه. داشتن همچین مدلی این امکان رو به جراح‌ها میده که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد با زدن برش لایه‌ای روی مدل مشخص کنن که دقیقاً اشکال کار کجای قلب بچه است. سال 2019 آلودگی هوا توی هند 1 میلیون نفر رو کشت، توی بریتانیا و آمریکا 10,000 نفر رو. خیلی از کشورهای جهان مثل ایران گرفتار آلودگی هوان، اما تا حالا دقیقاً نمیدونستیم که آلودگی هوا چه بلایی سر بدن میاره. چند تا تحقیق علمی تو سال 2019 منتشر شد که واقعاً برق از سر آدم میپرونه. 1. ثابت شد که آلودگی هوا میتونه به تک تک سلول‌ها و تک تک اندام‌های بدن آسیب بزنه. 2. آلودگی هوا میتونه منجر به تومور مغزی بشه. 3. جلوی رشد طبیعی نوزادها و کودکان رو میگیره. و 4. پریود و قاعدگی زنان رو نامنظم میکنه. وقتی بیماری واکسنش 55 سال قبل کشف میشه، آدم انتظار داره تو سال 2019 این بیماری تو کل دنیا ریشه‌کن شده باشه. ولی امسال 413,000 نفر توی دنیا به سرخک مبتلا شدن. نه فقط تو کشورهای فقیر. از 53 تا کشور اروپایی 47 تاشون اپیدمی سرخک داشتن. چرا؟ چون تعداد اندکی شروع کردن به تبلیغ باورهای کاملا غلط و غیر علمی که مثلا واکسن منجر به اوتیسم میشه یا مواد داخل واکسن سرطان زاست. توی آمریکا آمار پدر مادرایی که نمیذارن بچه‌شون واکسن بزنه نسبت به 15 سال قبل 3 برابر شده. در آخر هم 3 تا تحول پزشکی رو جز مهمترین خبرهای امسال انتخاب کردم، با اینکه هنوز اینا برای همه در دسترس نیست ولی خیلی امیدوارکننده است. این در واقع رباتی که آدم‌های فلج می‌پوشن و می‌تونن دست و پاشون رو حرکت بدن. این ربات با مغز فرد کنترل میشه. یعنی وقتی فرد فکر می‌کنه که پای راستش رو حرکت بده، این دستگاه اون پا رو حرکت میده. خبر خوب برای کسایی که قدرت تکلمشون رو به هر دلیلی از دست دادن. مثلا به خاطر سرطان گلو یا بعضن به خاطر سکته‌های مغزی MS یا پارکینسون. دانشمندا تونستن وسیله‌ای اختراع کنن که توی مغز کاشته میشه، فکر فرد رو میخونه و تبدیل به کلام میکنه. مثل جادو میمونه نه؟ این الکترود سیگنال‌های الکتریکی که وظیفه‌شون حرکت دادن لب، زبان، حنجره و فکر رو میگیرن و بعد از یه پردازنده قوی استفاده میکنن تا کلمه ها رو توی دهان و حلق شبیه سازی کنن. نتیجهش کلامی مصنوعی که از یه دستگاه صوتی مجازی پخش میشه. و دو خبر امیدوار کننده در مورد بیماری آلزایمر. اول اینکه دانشمندا تونستن با آزمایش خون علائم اولیه بیماری آلزایمر رو سالها قبل از اینکه علائم بالینی این بیماری نمایان بشه تشخیص بدن. دوم اینکه برای اولین بار یه دارویی ساخته شده که پیشرفت بیماری آلزایمر رو به شدت کم میکنه. اگه این دارو بتونه تایید بشه، یکی از بزرگترین اتفاقاتیه که تو دنیای پزشکی مدرن رخ داده. با این خبرهای امیدوار کننده به پایان 60 دقیقه امشب میرسیم. ممنون از همراهی شما. فعلا خدا حافظ.